کانال نودی یکی از بهترین دوربین ها برای شروع سلام همه رو فاونر کارتون خیلی خوب باشه من حسین هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه اگه داخل این ویدیو بریم سراغ دوربین کانال نودی و کامل کامل بررسیش کنیم و بهتون میگم که آیا واقعا بهترین دوربین برای شروع حرفه ای هستش یا نه چون خیلیا برای حتی شروع مبتدی شون هم میرم سراغ این دوربین و خیلی دیگه هم برای شروع مسیر حرفه ای و نیمه حرفه ای شون میرن سراغ کانال نودی و توی این ویدیو میخوایم با هم یه بررسی کنیم ببینیم که اصلا واقعا ارزش این رو داره که شما بخواید برای شروع نیمه حرفه ای یا فیتون انقدر هزینه کنید و همه این نکات قرار بهتون میگم و کامل بررسیش کنیم قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو حتما تا این ویدیو رو لایک کنید اگر از به محتوای چنل من علاقه دارید و دوست دارید که چیزهای بیشتری در درباره دوربین و تکنولوژی بدونید حتما چنل من رو سابسکرایب کنید حرف دیگه باقی نمیمونه بدون معطلی بریم سراغ شروع خود ویدیو خب قبل از اینکه بریم سراغ این که بخوایم بخش مختلف این دوربین رو با هم بررسی کنیم بذارید این نکته رو بگم که خیلیا برای شروع عکاسی شون میرن سراغ کنه 90 مثلا اونایی که حالا خیلی تو بودجهشون دستشون بسته نیست راحت میتونن خرج کنن برای شروع خیلیا این کنه 90 رو انتخاب میکنن و دوربین هم هستش که خب برای شروع هم میتونه به نسبت مناسب باشه چون کار کردن باش اونقدر سخت نیست منوی راحتی داره و در کل کیفیت خوبی هم برای شروع داره اما یک مقدار از لحاظ هزینه بالا و اونایی که فقط بودجه کافی رو دارم و مثلا بوجهشون خیلی برشون فرق نمیکنه که چقدر باشه میرن سراغ این دورمی و حالا اینو در آخر شما میتونید بهش جواب که واقعا دورمینی هستش که بخواید انقدر برش هزینه کنین یا نه و این جواب نیستش که من بتونم بهتون بدم ولی قطعا برای شروع میتونه خیلی خفنی باشه و حتی برای سویچه به نیمه حرفه ای هم میتونه گزینه خوبی باشه از طرف دیگه چون آپدیت شده کنا 80 دی و کنا 80 دی هم یکی از بهترین دوربین ها برای شروع هستش یه سری نکات مثبت نسبت دی داره ولی به نظر من اگر میخواید برای شروع دوربین بخرید 80 دی میتونه گزینه بهتری نسبت به 90 دی باشه البته الان نوش پیدا نمیشه و حالا اگر بگیش راه بدهشه ولی خب دستمونش رو میتونی تهیه کنیم ولی کلیت 80 دی به نظرم برای شروع میتونه دستتون رو میتونه راحت دستتون رو راه بندازه چون دوربین اولیه‌تون بهتر که دوربین مبتدی تری باشه که دستتون رو راه بیفته کم کم و بعد بره سراغ حرفه اما برای سوئیچ به حرفه یا نیمه حرفه کاملا میتونه گزینه مناسبی باشه و قیمتش هم مناسبه اما به نظر من گزینه های بهتری توی این قیمت هست مخصوصا توی این قیمت با مثلا بخواید دست دوم خرید کنی خیلی گزینه بهتری دارید ولی خب حالا ما کنون رو میخوایم بررسی کنیم و حالا بریم سراغ بخش اول بخش طراحی خب همونطور که بهتون گفتم این دوربین آپدیت شده نه 80 و کلیت بدنه اش شبیه همون کنا 80 به جز یه مورد که جلوتر بهش میرسیم اما تو نگاه اول یک مقدار بزرگ به نظر میاد و خب تو دستتون میتونه این مقدار سنگینی هم کنه و وزنش واقعا سنگینه حدود 700 گرم وزن داره که خب به نسبت دوربین سنگینی حساب میشه و جزء دوربین های بزرگی هستش این بزرگ بودن هم میتونه بهش باشه هم میتونه نقصش باشه از نظر من یکی از نکات مثبتشه حتی برن. چون من یه دستم بزرگه توی دست من خیلی بهتر جا گرفتش و تو دست من خیلی راحت بود اما اگه دستون یک مقدار کوچیک هستش این میتونه براتون ضعف بزرگی باشه اذیتتون میکنه تو طولانی مدت این سنگین بودنه ولی به نظرم جز جزء بزرگترین ضعف های این دوربینه که واقعا دستتو خسته میکنه یعنی من خودم با این دوربین عکاسی کردم و بعد از مثلا مثلا نیم ساعت چه دقیقه دستت بودن این دوربین واقعا اذیتت میکنه و خستت میکنه و این میتونه که از نقاط ضعفش تو بخش طراحی باشه یه صفحه نمایش لمسی و چرخان هم داره که سه اینچ و کاملا میتونه کارتون راحت کنه برای چرخیدن توی منوها برای فوکس کردن و کلا تنظیماتی که میخواید انجام بدید با استفاده اون صفحه نمایش خیلی خوب میتونید انجام بدید می که توی دوربینای کانون هم قطعا دیدید از طرف دیگه دکمه کامل و خیلی دکمه کارآمد خوبی داره و دکمه خوبی روش استفاده شده و کاملا میتونه موقع استفاده کردن ازش دستتون رو باز بذار راحت باش کار کنه. در مقابل رطوبت و گرد و خاک هم کاملا مقاوم و میرسیم به نکته مثبت و خیلی خفنش توی طراحی که من خودم خیلی دوستش دارم یعنی دکمه هشت جهتش این دکمه هشت جهته یه حالا جویستیک مانندی داره که شما با استفاده از اون میتونید توی منو جابجا بشید و مهمتر از اون موقعی که میخواید فوکس کنید کاملا میتونید بدون اینکه اصلا بخواید تاچ کنید روی صفحش با همون استیک اون مربع فوکس رو جابجا کنید و این خیلی میتونه موقع فوکس کردن سریع باشه براتون و اگه بخواید سریع روی سوژه دیگه فوکس کنید راحت از اون بتونید استفاده کنید به نظر من یکی از Thank <laughs> you. خوشگلیاش هم هستش و کلا این دکمه هشت رو من خیلی دوست دارم و قطعا بهتون میتونه خیلی کمک کنه تو جابجا شدن تو امنا و کلا هر جای دیگه نکته آخری هم که درباره طراحیش وجود داره اینه که ورودی میکروفون و خروجی هدفون هم داره که خب حالا اگه بخواید صدایی رو با هدفونتون گوش کنید میتونید بهش هدفون وصل کنید و اگر هم خواستید که باش ویدیو ضبط کنید میتونید مستقیم میکروفون رو به خود دوربین وصل کنید از بخش طراحی که بگذریم بریم سراغ بخش سنسور که یه سنسور 32 مگاپیکسلیه کراپ فریم روش وجود داره دقت کنید 32 مگاپیکسل همه دوربینایی که تا اما تا الان ما از کنون برسه کردیم 24 مگاپیکسل بودن و این 32 مگاپیکسل بودنه یه سری مزیت داره که جلوتر بهش میرسیم در کنار این سنسور یه پردازنده آخرین نسل کنون یعنی دیجیک 8 وجود داره که البته آخرین نسل اون زمانی که خودش ارائه شده بود الان پردازنده جدیدتر اومده و خب پردازنده خیلی خوبیه و خیلی اتفاقات مثبتی تو این دوربین رقم زده به واسطه همین پردازنده شما 11 فریم بر ثانیه میتونید عکاسی پیوپی داشته باشید از طرف دیگه باعث شده عملکرد باتری 30 درصد بهتر بشه که توی بخش باتری کامل دربارش توضیح میدم و یکی از نکات مثبتی هم که این این پردازنده جدید کنون داشته اینه که بالاخره توی دوربین های میان رادش هم این قابلیت ادیتکت ای اضافه کرده که من واقعا این قابلیت رو دوست دارم چه توی عکاسی چه توی فیلمبرداری برداری فوق العاده عمل میکنه و خیلی توی دستتون توی فوکس کردن باز بداره ادیتکت هم اگر نمیدونید چیه در واقع فوکس رو بجن که یه نقطه بزرگتر روی صورت تشخیص بده میاد چشم تشخیص میده و چشم دقیقا دقیقاً بهترین نقطه برای فوکس کردن روی صورته و میتونه توی عکاسی پرتره خیلی کمکتون کنه در کنار اینها 45 نقطه فوکس داره که فوکس خیلی سری و دقیق با استفاده از قابلیت دوال پیکسل داره که واقعا فوکس سریه و روی دوربین های قدیمی کنون هم روی دوربین های سری پایین تر کنون هم استفاده میشده و من خودم روی دوربین خودم که دارم استفاده کنم خیلی خوبه روی اون دوربین هم تا جایی که من توی تاریکی حتی تستش کردم واقعا خوب عمل میکرد و در کنار هم اینها یه نکته خیلی مثبتی داره که توی بخش فیلمبرداری کامل بیشتر دربارش میگم که یه شاهکاره توی بخش فیلم برداری بهش میرسیم حالا یه نکته جذاب درباره اون 32 مگاپیکسلی بهتون میگم که گفتم واسه اتفاق خفنی تو این دور میشده و شما میتونید با رزولوشن رزولوشن 4640 در 6960 عکاسی کنید که یه رزولوشن خیلی بالاییه و این میتونه باعث بشه که شما اون عکستون رو چاپ کنید با کیفیت خیلی بالا و اگر هم بخواید کراپش کنید خیلی افت کیفیت نشه باشه و شارپنس خودش رو حفظ کنه و این خیلی فوق العاده است در کل تو بخش سنسور کانون هیچ کمبودی برای این دوربین نداشه و بهترین کیفیت ممکنه براش ارائه داده و از هر لحاظ میتونم که این سنسور که از بهترین سنسورها توی این قیمتی که میتونید داشته باشید و توی فوکس هم که فوق العاده است از بخش سنسور هم که بگذریم و بذاریم کنار میرسیم به بخش باتری که یک باتری LPE6N روش وجود داره که جزو بهترین باتری های کنون حساب میشه و شما با هر بار شارژ کردنش میتونید 1300 شات بزنید دقت کنید 1300 شات چرا انقدر گفتم زیاده بخاطر که شما دوربین های یه سری پایین تر بیاد بیاید مثل 800 یا 850 دی روش از LPE17 استفاده شده و نهایتا شما 300 خیلی زور بزنه اون اوایل دوربینتون باشه 400 تا شات باش بزنید الان دوربین مثلا یه باتیش مثلا بعد از 3 سال 200 تا شات بیشتر نمیزنه و این برای یه دوربین میان رده یه کنون که مثلا 1300 تا شات نمیزنه واقعا عدد فوق العاده ایه و برای همین من خودم اولین بار که دیدم اینجوریام که What? و واقعا قبطه خوردم که چرا دوربین خودم فقط اینقدر 300 تا شات بیشتر نتونه بزنه و این 1300 تا شاته میتونه خیلی دستتون رو باز بذاره که با یه بار شارژ کردن توی کلی پروژه مختلف انجام بدید از بخش باتری هم که بگذاریم بریم سراغ بخش جزای فیلم برداری که یکی از نقاط قوت این دوربینه و شما میتونید با استفاده از این دوربین 4K سی فریم رکورد کنید که واقعا خفن و یه کیفیت فوق العاده میتونه براتون داشته باشه البته که اگر 4K استفادهتون بشه در کنار این 4K اگر نخواستید 4K بگیریم توی 120 فریم فول HD ویدیو بگیرید فول 120 فریم فی... 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 ویدیو بگیرید و خب میتونه خیلی کیفیت خوبی داشته باشه و برای اسلو موشن کردن هم این 120 فریم خیلی کمکتون میکنن که میتونید 4 استپ اسلو کنید و بدون هیچ افت فریمی میتونید یه ویدیو سی فریم اسلو جذاب داشته باشید حالا میرسیم به اون شاهکاری که تو بخش فوکس بهتون گفتم روی فیلمبرداری این دوربین وقتی شما میخواید ویدیو بگیرید مخصوصا از چهره این دوربین میاد به جای 45 نقطه فوکس از 5481 نقطه فوکس استفاده میکنه که فوق العاده است و راحت میتونه با استفاده از اون قابلیت آی تکتی هم که داشت روی چشم... چشمها فوکس کنه و یه فوکس نرم و سریع و دقیق داشته باشه که به نظرم توی بخش فیلم برداری این یه شاهکار بزرگ از کنونه که حالا به نظر من خیلی خفنه مثلا روی دوربین میان رده و کنون هم خیلی روش ادعا داره که دقیق ترین فوکسی که شما داشته باشید و نمیدونم حالا این ادعا چقدر میتونه درست باشه ولی ادعای کرده دیگه ادعا کرده خب راجع به همه موارد مثبت و نکات مثبت و نکاتی که کلا داشت صحبت کردیم بریم سراغ معایب این دوربین کلا به نظر من این دوربین دو تا عیب داره نکته اول و عیب اولی که داره سنگین بودنشه همونطور که بهتون گفتم این سنگین بودن تو طول مدت میتونه دستتون رو خسته کنه و اذیتتون کنه از طرف دیگه این سنگین بودن باعث میشه که شما نتونید روی گیمبال هایی که برای دوربین های سبک‌تر هستن این دوربین رو نصبش کنید و اگر یه لنز سنگین روش ببندید که دیگه, دیگه, دیگه خیلی سنگین میشه دیگه واقعا کارتون نمیتونه سخت پس کلا این سنگین بودن یه کوچولو عذیت اذیت کننده باشه ولی نه خیلی ولی خب تو یه سری موارد خاص میتونه کاملا اذیت کننده باشه و عیب دومی هم که ما هممون از اول میدونستیم درباره این دوربین اینه که این دوربین فول فریم نیست و کراپ فریمه و شما با یه قیمت 50 میلیون تومانی داری 50 میلیون تومن پول میدی و قیمتش هم گفتم واسه تو بخش بعدی اینو بهتون میگم ولی خب به هر حال داری 50 میلیون تو هم پول میدی باز یه دوربین کراپ فریم داری و توی همین قیمت میتونی دوربین فول فریم هم بخری دوربین فول فریم دست دوم اصلا میتونی بخری و یه کوچولو این کراپ فریم بودنه من نیستمش من ترجیح نمیدم اگه میخوام اینقدر هزینه کنم یا یه ذره روش بذارم یه فول فریم بگیرم یا مثلا تو همین قیمت ها یه دست دوم فور فریم بگیرم و یه زن این کراپ فریم بودنه تو زغ میزنه اما از بخش معایبش هم که بگذاریم بریم سراغ قیمت قیمت این دوربین امروز 13 شهریور 1402 که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم قیمت این دوربین حدود 49 میلیون تومان بادی خالیشه و اگر بخوای با لنز 1855 بگید 51.2 دو میلیون تومانه و اگر بخوای با لنز 1835 بگید تو تومان در میاد که منتون هیچ عنوان به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم که لنز از این لنز متنفرم و یه ویدیو هم توی ویدیو آینده قرار بهتون توضیح بدم که چرا لنز 1835 اصلا لنز خوبی نیست و نباید این لنز رو بخرید اصلا کیت 1835 نباید بخرید و کلا من با این اسال کنم به شما اون رو نخرید اگه خواستید 1855 رو بخرید اگر هم نخواستید بادی خالیش رو بخرید یه لنز 50 یا لنز 24 بنزی تنگشو رو برید و اشغال کنید اما همونطور که بهتون گفتم به نظرم برای این قیمت میتونستش که فول فریم باشه خب چرا فول فریمش نکرد؟ این همه قابلیت خفن گذاشته و فول فریم نکرده احمق این کانون اما آره خلاصه این همه مواردی بود که درباره دوربین کانن 90 نیاز بود قبل از خریدش بدونید امیدوارم که این ویدیو براتون خوره باشه اگر کسی هستش دور براتون که میخواد کانن 90 بخره این دوربین حتما براش بفرستید اگر هم توی فکر این هستید که یه دوربین پایین رده تر بخرید میتونید به این ویدیویی که اینجا براتون گذاشتم یه سر بزنید کانن 850 دی رو با هم یه بررسی کردیم که خیلی دوربین خفنی که یه مقدارم قیمتش از این دوربین پایین تره میتونه اونم جزو گزیناتون باشه خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید اگر این ویدیو رو هنوز لایک نکردید خیلی ممنونم که این ویدیو رو لایک کنید اگر از محتوا من خوشتون میاد خیلی ممنونم که چنل منو سابسکرایب کنین حرف دیگه باقی نمیمونه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون و خیلی مخلصم